به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم حال شما خوب باشه در هر گوشه و کنار دنیا که هستید. خوش آمدیم به یک دیگر از ویدیوهای کانال ما و امروز گفتگوه ویژه‌ای داریم با یکی از اهالی معارف افغانستان که سالها برای معارف افغانستان به ویژه ولایت باستانی هرات زحمت کشیدند و برای بانوان سرزمین ما سالها تلاش کردند تا مشعل راه آموزش و دانش و پرورش باشند. امروز گفتگویی ترتیب دادیم با استاد ناید نقشبندی، مدیر اسبق اجرایی ریاست معارف ولایت هرات، که پس از سقوط افغانستان به دست امارت اسلامی و تغییراتی که ایجاد شد، به هر حال خانم نقشبندی هم عازم آلمان شدند و فعلا در آلمان زندگی میکنند. خانم نقشبندی سلام، وقت شما بخیر. در ابتدا بسیار تشکر که دعوت ما رو پذیرفتیم و فرصت دادیم تا با شما گفتگوی داشته باشیم. تشکر از شما که به زی شرایط مسافرت گفته میشه همین بستر هموار شد که بتانیم ما خود شما گفتگوی داشته باشیم، که این گفتگوی از طریق چینل شما برای هم به هموطنان خو سلام های گرم و صمیمانه بفرستیم. چی دوستا و عزیزانی که در افغانستان هستم، در داخل افغانستان، و چی کسایی که خارج از افغانستانم، سلام های گرم خور به خدمت از اونا تقدیم میکنیم که در این زمستان گرم، ببخشیم زمستان سرد، دلگرمی باشه در خانه های از اونا. سلامت باشیم، زنده باشیم، تشکر. خب صحبت ابتدا از اینجا آغاز میکنیم که چند سال در معارف افغانستان و هرات خدمت کردیم و میشه بگیم که از کجا شروع کردیم روند تدریس تا ای که تبدیل شدیم به یکی از پایه های معارف به ویژه در بخش بانوان در هرات. تشکر. در قسمت شروع کار که در از معارف شروع کردم، ابتدا معلم بودم به لیسه جامی، بعد از لیسه جامی آمدم به لیسه گورشاد، مدت تقریبا یک سال معلم بودم، بعد از او سرمعلم شدم و مدت تقریبا چندین سال سرمعلم بودم، یعنی ایت زینه به زینه پیش رفتیم. به اساس ویژگی هایی که دوستا در می دیدم و از من تقاضا کردم که هستی مرکزی بست هایی بود که امتحان بدیم و من علاقمند شدم و بست مدیریت امور تربیتی امتحان دادم و به زو بست کامیاب شدم. و البته اولین زنی بودم که من در ریاست معارف هرات مدیریت عمومی ایفای وظیفه کردم. دیگه به جو وقتی که مدیر امور تربیتی بودم، خیلی من خرسند بودم که یکی از اولین مدیریت های بخش تربیتی بود که در چوکات ریاست معارف ایجاد شده بود و یک لایه وظایفی که بود طبق همو لایه وظایف خیلی به حساب دلچسب و جالب بود و ما شاگردای نخبه شناسی میکردیم، مسابقات درسی برگزار میشد و همچنین انجمن های تشکیل میدادیم و بخش فرهنگی خیلی رشد و پیشرفت کرده بود. دیگه اگر ادامه بدیم، بعد از او من مدیریت امور تربیتی نظر به بعضی از مشکلاتی که در مرکز بود ای تنقیص شد و مجددن باز من امتحان دادم به صفت مدیر عمومی نتایج و شهادتنامه ها. دیگه مدت مدیر نتایج و شهادتنامه ها بودم و خیلی از این مدیریت نتایج من خاطرات دارم، یعنی یک تعداد خیلی مشکلاتی که در داخل ریاست معارف بود و یک حساب نوآوری های در قسمت من انجام دادم که هیچ وقت او خاطری از او از یاد من نمیره، که در لابلای صحبت ها خور باز میشه که من از او دستاورد هایی که دشتم انجام دادم و سیستم سازی کردم که با اثر همون سیستم سازی که در بخش نتایج و شهادتنامه ما بود که من مفتخر به چندین تقدیرنامه هم شد. بسیار عالی، بسیار عالی. بر صورت افتخار کسانی که در حوزه آموزش پرورش کار میکنن
من چند نقل قول میگم که در مورد اهمیت علم و دانش به اصطلاح ارتباط داره. یک نقل قول از رئیس جمهور اسبق هندوستانه که قبل از اینکه وفات کنه یک صحبت بسیار جالب میکنه، میگه که در روز مرگ ما درب مکاتب رو بسته نکنیم، به خاطر که شاگردای مکتب یک روز از زندگی عقب میمونند. یا یک نقل قول دیگه ذکر میکنم از ویکتور هوگو، نویسنده بزرگ فرانسوی، که میگه هر کس درب مکتب یا مکان آموزشی را باز کرد، درب زندانی را بست. حالا ما هم اهمیت آموزش را از شما که استاد بودیم و در رده های بالا کار کردین بپرسم، به ویژه در شرایط فعلی که متاسفانه بیشتر از یک سال و چند ماه میشه که دخترهای بالاتر از صنف ششم اجازه ندارن به مکتب برن و حق طبیعی اینا از افرادی که فعلا حاکم هم در کشور توسط اینا گرفته شده، دیدگاه شما در این مورد چیه خانم نقشبندی؟ تشکر از شما. در قسمت جایگاه علم و دانش که اگر کتاب ها گفته شه، دیوان ها نوشته شه، خیلی بازم کم گفته میشه. ارزش علم و دانش که برای فرد فرد جهان، برای از اونا آشکاره و حتی کسایی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکردم. یعنی من خیلی خاطرات جالبی دارم که از اینا چقدر در قسمت علم و دانش، در قسمت از این که اولادا از اینا بیایم به مکتب بیایم، اینا چقدر سعی و تلاش میکردم، چقدر جان فدایی میکردم. یعنی ما به ولیسویلی های میرفتیم داخل شهر که آن امو امکانات و تجهیزات و ایگه پا گفتا بود، تا اندازی ما از طرف شهر دلجم بودیم. وقتی که ما به ولیسویلی ها سفر میکردیم، رویی از این مردم میبیدیم که اینا چقدر با علاقه مندی از کسایی که میخوایم خدمت برای از این مردم بکنم، اینا چقدر استقبال ما از اینا میشده. من یک خاطری دارم، اقل بر علاوه که مثلا من به هرات یک مدتی انجام وظیفه انجام دادم، یک مدتی هم من به کابل بودم. وقتی که ما یک منطقه رفتیم به کابل بودیم، اونجا به سروی رفته بودیم، اینا مکتب نداشتن، مکتب داشتن و جای برای تدریس نبود برای از اینا. و ما هر چی فکر کردیم که ما چه قسم برای از اینا بتونیم، که اینا از گفتیم اگر ما برای شما یک پروژه تعیین شده برای شما مکتب ساخته میشه، گفتم نه، وقت اولادا ما ضایع میشه. خب ما دیگه برای از اینکه وقت هم کم بود نمیتونستیم برای از اینا کاری بکنیم، فکر کردیم که بیایم یک رای حل فوری برای از اینا تیار کنیم. هیچ وقت این خاطره از یاد من نمیره. ما رفتیم گفتیم، فکر کردیم همین تیمی که وزی قسمت کار میکردیم، گفتیم حالا اگر ما قرار باشه که این امی خیمه هم نمیشه و همچنین تعمیر هم که وقت از زیاد شده، بیایم همین یک تعدادی از این سرویس های ملی بازی که فرسوده شده بود، ما همینا انتقال دیم به همین داخل صحن مکتب. این سرویس ها هم چوکی داره و اگه شیشه و تایری گپا گفتن نداره، همین اسکلت هزی هسته، ما اونا را آوردیم و داخل مکتب آوردیم و به شکل صنف ما اینا جا به جا کردیم و به همون هوای سرد و گرم همون شاگردان علاقه داشتم می آمدم به داخل همین سرویس هایی که بدون شیشه و در و سر بید به روی همون چوکی های خشک فلیزی از این می شیشتم و درس خور ادامه می دادن. یعنی این علاقه مندی خاصی بود که همون مردم افغانستان به علم و دانش داشتم. او کسایی که به اطراف و اینا بودم که حتی به روی زمین و خاک علاقه داشتم که بیام درس بخونم، برای از اینکه به مردم به یک دنیایی بودم که اونا به همون درک برسیده بودم که اونا رای شکوفه‌ای، رای پیشرفت، رای ترقی، یعنی رای خوشبختی از اینا علم و دانش حتی به روستاهای کشور ما. تقریبا ما میتونیم بگیم که اگر در نفوس افغانستان فکر کنیم، معارف قلب یک جامعه است. معارف قلب یک جامعه است. از هر فامیلی که فکر کنیم ما به داخل معارف داریم، یا شاگرده یا استاده. خانواده معارف خانواده خیلی بزرگیه. متاسفانه که هر زمانی که من این گپ به فکر بیاد میاد از تعلیم و تربیه و معارف افغانستان به صورت با فلحال، یعنی ای دفعه که من
یعنی گلوم اوقتا نکرده و ما به گریه نشدم. همیشه من احساسه همیشه که هر ویدیویی که من از افغانستان میبینم، هر گزارشی که از افغانستان میبینم، یعنی از خونه بیرون میشم آنقدر گریه میکنم که دیگه اندازه نداره. دخترای ما که بزی علاقه مندی، یعنی دستاورت هایی که ما بزی سالها در قسمت دختران داشتیم، اگر اینا همه که ما به حساب بوزینوار برای شما بگم بی اندازه، تعداد زیادی از دختران ما کنکوری بودن، از کنکور فارغ میشدن، یعنی سطح بالای ما از دختران داشتیم. شاگردای نخبه ما به خارج از کشور میرفتن، تیم روباتی که داشتن که در سطح جهان مقام اول میگرفت. یعنی خیلی به حال که متاسفانه که دروازه مکاتب بسته، یک زایه خیلی بزرگی بر پیکر جامعه افغانستان زده شده. دیگه نمیفهمم که این مکاتب تا چی وقت بسته میمانه و ما دیگه در آینده ما آرام نمیشینیم. دادخواهی داریم، مبارزات داریم که الحمدلله بلکه این دروازه های مکاتب در سال آینده باز بشه و این جبران خوری مدت که هستم شاگردای عزیز ما جبران کنم. بدون شک و کاملا حرفا شما دقیقه. خب ما اخیرا دیدیم که فقط آمدن یک روز یک امتحان گرفتن از کسایی که صنف 12 بودن، دختر خانمایی که صنف 12 بودن، و یک سند دادن که شما فارغ شدیم. این فکر نمیکنیم مشکل داشته باشه او شاگردی که به اصطلاح یا دانش آموزی که اصلا مکتب نرفته، یا به اصطلاح یک بینی خمیری درست کردن که شما بگیریم فارغیم؟ یک مسئله. و مسئله دوم، بسته بودن درب مکاتب بروی دخترای سرزمین ما چقدر میتونه ما به عقب سوق بده و ما از پیشرفت باز بمانیم؟ اگر شما بزی مکاتب که بزی حالی که مکتوب آماد و دروازه های مکاتب البته باز کنن شد و امتحان یعنی امتحان از شاگردا گرفت که نیست سوی دانش از یونانی، اهمیت دانش یعنی زیر سوال برده شد. هیچ کس از شاگردای خوش نیه، فقط شاگردا ما اونا از تشنه علم و دانش بودن و حتی بعضی وقتا ما شاگردار به کنار هم به پلو هم میشوندیم. اونا آنقدر رقابت داشتن که حتی از طرف از همدگر نمیدیدن به طرف همدگر، میخواستن که یعنی جایگاه، چون دید مردم باز شده بود، میخواستن یک جایگاه ویژه داشته باشن. این شاگرد که یعنی توهین به علم و دانش، توهین به فرهنگ بالای افغانستانه که دروازه برای موقت امتحان از اینا گرفته میشه و فکر نکنم این ارزشی هم داشته باشه. همیشه علم همونه که او چراغیه که در قلب انسانه که او فروزان باشه، هرچه که کسی که در اون دانش فرا میگیره او چراغ روشنتر میشه، او چراغ خاموشی که یک دفعه برای یک روز او روشن شه اکتفایی هم نمیکنه. درسته، بگیریم که کافی شما هم سرد نشه، یک دمی هم تازه کنیم، یک وقفه میگیریم، دوباره هم کنیم. خیلی ممنون که همچنان بیننده ای گفتگو هستین و بازم سوالار ادامه میدیم. خانم نقشبندی، شما در دوره اول یعنی 21 سال 22 سال پیش که امارت اسلامی در اون زمان بود، آیا در افغانستان بودیم فعالیت میکردین و ای که شما خود در حوزه آموزش کار میکردین، چی باعث شد که شما وطن ترک کنیم و بیایم با آلمان زندگی شروع کنیم؟ در دوره قبل که دوره تقریبا 21 سال پیش که با دوره که طالبان ختم شد که باز دولت انتقالی پا گفته بود، به زود دوره هم چون نو معلم شده بودم که طالبان آمادم، باز بعد از اون یعنی شروع وظیفی من بود، یک این قویه درونی در وجود من بود، به همه وقت ما آروم نشیشتم. دیگه همه وقتی که درازا مکاتب بازم روی دخترها بسته بود، من فکر کردم که باید یک کاری بکنم که همین دخترهایی که در منطقه ما هستم و همین دوستایی که هستم همینا از درس محروم نباشم. به همون خاطر من کورسای خانگی در خونه خود تشکیل دادم که یعنی همون زیرزمینی بود خانه ما داشت، به دو تایم شاگرد داشتم که این شاگردام در حدود یعنی 300 نفر می شد شاگردام،
که اینا می آمدن. البته همون زمان هم یعنی مخفیانه شاگردار درس می دادم و حتی چندین دفعه خونی ما تعقیب شد که اینجا شاگردات می آیم می خونم و خلاصه به هر نوی بود مشکل حل می کردیم. تدریس کردم و همون فامیلا هم از اینا علاقه داشتن که دخترها از اینا بیایم و همین 300 نفر شاگردم اینا بعد از اینکه دولت انتقالی شد اینا فارغ شدم و به مکاتب اینا تقسیم کردم که خیلی از این دوره خاطر خوشی دارم. خب از این مدت 20 سالم خدماتی که به حساب در تمام ما بود به معارف و همچنین به حوزه زنان فعالیت های داشتیم دیگه. باز این مرحله بعدی که باز دوری طالبانی و امارت اسلامی که آمد، من تقریبا چند ماه به افغانستان بودم و دوست من چون به بخش حقوق زن هم کار میکردم چندین مرتبه از من درخواست شد که میتونی ما برای بخواستن که من به کشورها سفر کنم، اما من قبول نکردم. من گفتم من همین جگه هستم کار میکنم چون عشق دارم علاقه دارم که با وطن خوب باشم. من مدت چند وقتم به هر نوی بود که یعنی روزگار تیر کردم، همونطور یعنی گفتم من جرأت دارم من استقامت دارم من پیش میبرم وظایف خوب، اما همین بود که بستم به حساب بگرفتم به دگه کس دادم و من خونه نشین کردم به همون سرم بازم به فعالیت ها خور میکردم دیگه. بالاخره دیدم نمیشه، یعنی او بستر که برای فعالیت ها هموار باشه نیه. به همون اساس دیگه تصمیم گرفتم که وطن ترک کنیم بیاییم بزی دیار قربت بیاییم دیگه. بزی اینجا هم آمادم، بعضی دوستا میگم که یعنی بیامدی بزی اینجا آمادیم چی قسمه، یعنی میتونی تو فعالیت کنی چی رقمه. من جواب از اینا میگم فقط انسان میگرم کلیات ببینه، یعنی دیدگاه باز داشته باشه، دیدگاه انسان بسته نباشه. وقتی که من دروازه کلکین خونه رو باز میکنم استاد میشم میگم که همین کره زمین مال خدایه و انسان به هر گوشی از این کره زمین باشه میتونه به هم نو خو به هم وطن خو خدمت کنه. فرقی نداره که موقعیت جغرافیا مهم نیه، فقط هدف انسان قلب انسان مهمه که برای همو اشتیاق درونی وجود آدم باشه که بتونه برای هر کدوم از هموطنان خو برای انسان و انسانیت خدمت کنه. دیگه من به همین کشورم که آمدم الحمدلله تا به حال فعالیت های داشتیم، دستاوردهایی دارم و کوشش هم میکنم که اگر به خیر این مشکلاتی که در سر رای ما هسته اینا برداشته شه به توفیق خدای بزرگ بتونیم قدم های بزرگتری یعنی در سطح رهبری برداریم، بتونیم که یک رهبر خوبی برای جامعه خوب باشیم. فرق نمیکنه که چی از داخل افغانستان باشه چی از خارج از افغانستان. بسیار عالی، بسیار عالی. و یک سوالی که وقتی که شما رو کنار گذاشتن و بست شما برای کسی دیگه داده شد، به جا شما بازم یک خانم میامد یا نه یک مرد را آوردن؟ و سوال بعدی که اینجاگا چی فعالیت ها را آغاز کردیم؟ آیا از اینجا هم برنامه های داریم برای معارف، برای اطفال مخصوصا کسایی که بی سرپرستن فعالیت داریم در قسمت حالا کمک های برای آموزش و اینا؟ در قسمت سوال اول شما بگم که کسایی که در ادارات دولتی کار میکردم که دروازه ادارات برو از اینا بسته شد دیگه، فقط جامر یک مرد گرفت. مرد دفعه که به دروازه شعبه خو میرفتم، اون شعبه که به خون دل به زحمت و چندین ساله و آن همه مشکلاتی که من جور کرده بودم، یک مرد به جام شیشته بود و او وظایف ما را انجام میداد. من مدیر اجرایی بودم زیریا و تمام کارهای اجرایی میرفتم به عنوان یک فرد عادی اجازه میگرفتم من زیری خود امضا میکردم و پس اجازه نداشتم که من شعبه هم بشینم، پس میگرم از شعبه بیریم شعبه خیلی بری مدردآور بود دیگه. اونجا برای من جایی نبود که همه وظیفی من همه از من گرفته شده بود و من حتی به همون زمان هم چند ماه پیشتر که من به افغانستان بودم یک تعدادی از خانوم هایی که در اعضای نظارت معارف شهر بودن اونا به حساب گفتم اینا دیگه اجازه ندارم به مکاتب برن چون خانوم هایم.
باز ما خودی دادخواهی کردم و اینا جابجا شدم و مالی هم پس با مکاتب میرم و اینا بخش اونا نظارت میکنن. البته از اینفا پهین و یک دفعه هم تعداد 41 نفر از خانومایی که در خود ریاست معرف بودم اینا رو گفتم که دیگه اینا اجازه ندارم که حتی به زیری امضا کردن بیایم. اینا باید به مکاتب خود این از اینا برم به خود جا پیدا کنم و بعد از او برم اینا. و یک کسی که مدیر باشه سالها خدمت کرده باشه و میتونه به دروازه به مکتب بره بگه بریم شما وظیفه بده. باز من میداد خیر کردم که اگر اونا به جایم به سر وظیفه ها خواهم نمیرم اقلا همی اجازه داشته باشن که برم هم وزیری خواهی امضا کنم امو معاش که هسته بری از اونا برسه. و الحمدلله داد خیلیم هم نتیجه داد و پس اونا جا به جا شدن. در قسمت سوال دوم شما که ما به زینجگا آمادم برای ما مهم نیه، جغرافیا مهم نیه که ما به کدوم موقعیت قرار دارم. انسان به هر جایی که باشه میتونه از تعظیم و منابع و امکانات استفاده کنه، خلاقیت داشته باشه، بتونه منابع پیدا کنه. به همون اساس ما تعداد زیادی از خانوم هایی که در اروپا هستم و یک تعدادی هم از خانوم هایی که در امریکا هستم، اینا خانوم هایی هستم که واقعا زحمت کشیدم، رهبر بودم. اونا هستم، اونا مثل ما هر کدوم به یک طرف هم. اگر ما از نگاه حضوری خودی هم ارتباط نداریم، از نگاه فضای مجازی ارتباط داریم. ما گروه ها تشکیل داریم و یک گروه خیلی مهم گروه رستاخیز ققنوس تشکیل دادیم که تمام خانم های نخبه سرشناس افغانستان به خصوص زنان هرات به زونجگا که قلب از اینا به خاطر مردم میتپه. به همین روزا گروپ دستاوردهای خوبی هم داشته. ما یک نامه سرگشاده به سازمان ملل، به مدافعین و حقوق بشر، دیگه به پارلمان پاکستان، دیگه دفاتر از مثل یونیما و سازمان های بین المللی. ما این نامه سرگشاده یعنی زحمت زیاده که از فضای مجازی تا این نامه هماهنگ میشه و تایید میشه و به ارگان های مختلف روان میشه دادخواهی کردیم به خاطر بازگوشه مکاتب و همچنین خانم هایی که در افغانستان هستم به خاطر بهبود وضعیت زندگی از اینا. بعضی موضوعات حقوق بشری دیگه که هسته اینا زیادتر این موضوعات ما به زینجگا درج کردیم که الحمدلله بعضی نتیجه هم بداد و همچنین یک تشکیل یک صندوق خیریه که این صندوق همی کسایی که به داخل همی گروه هستم تعداد خیلی زیادی هم تقریبا در حدود 100 نفر بالاتر هم. که اینا هر که در اندازه توان خوب همی صندوق کمک میکنه و این کمک های استراری را ما برای خانوم هایی که به داخل افغانستان هستن و گرچه اندک هم هسته و باز هم اون چیزی که در توان از اینا هسته برای خانوم هایی که اشد ضرورت دارن برای از اینا ما میخواییم که در آینده کمک رسیده شه و در صدد از این هستیم که همی گروه خو یک سیستم تشکیلاتی منظم جور کنیم که کسایی که خارج از افغانستان هستن مؤسسات خیریه از این رستاخیز ققنوس رسمیت بخشیده شه و بتونیم خدمات ما به داخل افغانستان برای از اینا انجام بدیم انشالله. بسیار خوب، گام بسیار ارزشمندیه و من از اینجا اعلام حمایت میکنم هر کاری از من ساخته باشه چون کار خیریه حتما انجام میدم و انشالله که موفق باشیم. مهم نیه برای چند نفر، برای یک خانواده هم در این شرایط مثلا افغانهایی که به خارج از افغانستان هم در حد توانایی بتونیم کمک بکنیم. اگر یک شاگرد مکتب میره کتابچه، کیف، کفش، لباس نداره بتونیم امو پول قلم کتابچه رو تامین بکنیم یا به این زمستان سردی که مردم با دوچارن، خانه های سرد، شکم های گرسنه، پاهای لوچ خیلی داریم متاسفانه. خط فقر روز به روز بیشتر میشه در افغانستان. هر کدوم ما کمک بکنیم این کمک میتونه با ارزش باشه و ارزشمند باشه. انشالله که این فعالیت ها مستدام باشه و همه ما مسئولیت داریم که به هر حال فراموش نکنیم هموطنهای خوده. یک سوال دیگه که خیلی هم مهمه، بعد از تغییراتی که در نظام ایجاد شد خب خیلی از استادای مکاتب چون وقتی از صنف
6 تا 12 که یک نفوس زیاده میشه دیگه در روزی معارف. حال معارف هرات نزدیک به 1 میلیون ما شاگرد داشتیم در هرات که 50% فکر کنم خانماتش که دختر خانماتش که میدادن، که از او 50% هم 25% شاید هم بیشتر به مکتب نمیرم و استادایی هم که در او بخش بودم دیگه حتما بیکار شدن. کارمندای معارف که در هرات هم، حالا ما مشخصا هرات صحبت میکنیم، کارمندای معارف، استادای مکاتب که وظیفه خور از دست دادن، این روزها با چی مشکلات اقتصادی دوچارند؟ به تماس هستین امروز اینا؟ دقیقا، یعنی خانم هایی بودن که ناناور خانواده خوب بودن. من خود مسئول جندر ریاست معارف هم بودم و همیشه خانم های که برای من مراجعه میکردم یعنی مشکل اقتصادی داشتم. از در قدم اول که اینا مثلا اگر به تایم اول به مکتب دولتی کار میکردم، به تایم دوم به مکتب خصوصی کار میکردم، میتونستم همون کرای خانه خو همون نفقی اولادا خو اینا آماده بسازم. و حالی که این خانم هایی که به وظیفه از اینا گرفته شده و اینا به خونه نشین شدن و اون مقدار معاش از اینا که داده میشه، یعنی تکافی زندگی از اینا نمیکنه و فعالیت ها بیرونی هم اونا ندارن که مثلا به دیگه قسمت یا خانم هایی بودن که اونا قراردادی وظیفه انجام میدادن که چون اون وظیفه همون معاش معلمی کم بود، اونا از اون طریق قراردادی معاش که میگرفتم ساعتوار که کار میکردم میتونستم اون زندگی از اونا تکمیل کنه. دیگه حال دست از اونا کاملا خیلیه. من پارسال که به افغانستان بودم، یعنی آنقدر تلفن‌ها زیاد شده بود، رنج و مشکلات از اینا که میخی خیلی من ناراحت شدم. به هر طرف بالاخره به یکی از دوستام که به اروپا زندگی میکردم خودی از اونا به تماس شدم. اونا یک نهاد خیری دارم، انجمن افغان آلمان ها، انجمن خیری دارم. ما خودی از اونا به تماس شدم، باز یک برنامه اینا جور کردم برای یک تعداد از خانم های معلمین بی وضاعت که اینا برای از اینا کمک داده شه. باز اونا ما تقریبا 60 نفر به هر ماه ما تحت پوشش قرار میدادیم که کمک ها برای از اینا مواد اولیه از اینا داده میشد، برای از اینا آماده میشد. و حتی من خانم معلمینی بودم که مدیر مکتب که من امین معلمین قریبه میگفتم شناسه ای بودم، معلمینی که مشکل اقتصادی داشتن، من برای مدیر مکتب میگفتم که شما امینا برای من معرفی کنی، میگفتم تعداد زیاد، ما میگفتن کی معرفی کنیم، میگفتم خب ما دست ما کوتاهی ما کم نمیتونیم امر در بر بگیره کمک ها. گفتم ما کسای معرفی برای تو میکنین که بریم مدیر مکتب پیشنهاد کردم که تو همین خاله کارگری که با خونه داری تو اور جواب بده، ما میایم به حساب به صورت مخفیانه همین کار تو انجام میدیم. بعضی البته که عمیق فشار زندگی بود که ما همین شکم اولادا خور سیر کرده بتونیم، یعنی آنقدر فشار زندگی به سر از اینا بود. و ما امو کمکایم که توضیح میکردیم فقط چون اونا استاد بودن، اونا لیاقت بهترینار داشتن، اما متاسفانه شرایط همیده ایجاب میکرد. اونا توری به تنظیم و ترتیب میکردن که به در خانه ها از اونا میبردن که اونا را به حساب زحمت نمیدادن. دیگه این مشکلات اقتصادی دامنگیر فرد از این استادا و شاگردا ما هسته. بله، و ای که جایگاه استادار وقتی ما میاییم میبینیم حالا در امی آلمان و اروپا که ما هستیم یا در کشورهای مختلف دنیا، استادا بیمی زندگی دارن، معاش و امتیازهای بسیار بالایی دارن، ولی متاسفانه سالیان سال شد که هر قدر نرخ دلار هم وقت به افغانستان بالا رفت، کمال هم بالای نرخ مواد غذایی بالا رفت، کرای خانه بالا رفت، پول برق، پول او بالا رفت، ولی معاش استادمو 4000، 5000 تا 10000 بالاتر نرفت که واقعا یک معلم ما که باید تمرکز داشته باشه، مطالعه کنه تا اولاد بهتر برای جامعه بتونه تقدیم بکنه، آموزش بهتر بده، او استاد ما مجبور میشد که نصف وقت خود تدریس بکنه و نصف وقت دیگر هم برای یک کار دیگه و یک مصرفیت دیگر بگیره که این واقعا نگران کننده هست. دقیقاً، یعنی این مشکلاتی که تنها در سطح شهر نیه، تا ما در سطح ولسوالی‌ها داشتیم که خانم‌هایی که بر علاوه که مثلا
تدریس میکردم، بعد از وقت امو کارگاه های آموزشی بود، کارگاه های خیاطی بود، هنرهای بود که اینا امو مشکلات خور حل میکردم و امو زحمتی که باز نصف روز بیکار بودم امو جگا به فروش میرسید به امو قرفا. متاسفانه که حال اون ماشگاه و قرفا ها و او برنامه های فرهنگی هم که نیه که اونا او مشکل از اونا از او طرف حل شه. و حتی من یک همکار داشتم که آنقدر مشکل اقتصادی داشت که دست به زی وقتا حال خانه نشینه. من یک روز ممی ادارات بخش نظارت بودم، به یک شعبه رفتم، به یک دیدم کمی همکار ما نیه، سعی کردم که یک قسمت کار ازی بعد از وقت که خلاص میشه ای همی سوزندوزی میکنه، خامک میکنه، که هم به حساب از این وقتی که فارغ بود خامک میکرد و سوزندوزی و بعد از این با کارهای ایداری خود پیش میبود. همون ست تا طفل دیش، همون ست تا طفل بی سرپرست خود رو اکمال میکرد. واقعا به این حالت، به این مشکلات، البته این خلاصه نمیشه برای اساتید بزرگوار خانومی که ما در افغانستان داریم، استادای مرد ما هم این مشکل داشتن. من خود میاد من زمانی که صنف 5 و 6 مکتب بودم، خداوند اگر در قید حیات هم عمر طولانی برای نوبت استاد بزرگوار داشتیم که نصف وقت تدریس میکردم، نصف وقت باسکل سازی داشتم، حتی یا میرفتم یک شغلای دیگر پیش میبردم بخاطر که مو زندگی تامین بشه. چند ما شد آلمان آمدیم و از تجربه مهاجرت بگیم، چطور میگذره فعلا زندگی دور از وطن، دور از وظیفه، دور از اقوام، دوستان، اون محیطی که شما اونجا عادت کرده بودیم، سخت میگذره یا نه؟ اگر از محیط که آدم چیز طبیعیه دیگه، از یک مرحله زندگی، از یک محیطی که ابا و اجداد آدم و عمر خور بسیون جگا با خاک از او سرزمین رشد کردی، پیشتر جوان شدی و فعالیت ها خور بسیون جگا انجام دادی، دفتن به یک محیط بیگانی میایید، طبعا دیگه امو مشکلات خور، البته امو مشکلات روحی و روانی خور که انسان داره. خب بازم همیشه آدم میگه رو مثبت‌گرا باشه، یعنی زاویه های مثبت زندگی رو ببینه. انسان برای همی ساخته شده، انسان برای امتحان ساخته شده که ما باید همی امتحان خو خداوند ما را از این ازمونی که در پیش روی داریم سرفراز به در بیاره دیگه. مشکلات حل میکنیم، هر چیزی به دید مثبت میبینیم الحمدلله. وقتی که آدم دید آدم مثبت باشه، نگرش آدم، یعنی دنیای آدم عوض میشه، مجبور یک حس خوشی برای آدم دست بده که آدم به زندگی علاقه من میشه. بسیار خوب، دیدگاه خیلی ارزشمنده که همه کسایی که وطن رو ترک میکنن باید چنین فکر بکنن، چون هیچ کدام ما و شما از روی دلخوشی وطن رو ترک نکردیم، یک مجبوریت ها و دلایلی داشتیم که بر صورت وطن رو ترک کردیم. خانم نقشبندی، شو خواه میشیم، صبح بیدار میشیم، گوشیر ور میداریم، میبینیم اخبار نوشته شده که افغانستان پس همه چیز نرمال شده و دروازهای مکاتب باز شده، یک نظامی آماده، روی کار آماده که به اصطلاح مانند گذشته همون حقوق خور همه دارن، آیا بر میگردیم به وطن یا میمانیم به آلمان؟ یا من به یک باورم هستم به زندگی که زندگی پله های داره که باید پله به پله انسان پیش بره. من یک سال 92 بود فکر کنم اینستیتوت رهبری امریکایی به هرات شروع شده بود، ما به زوی اینستیتوت از طرف خود مقام ولایت همون زمان معرفی شده بودم. یعنی امو به امو اینستیتوت که انسان میره، یعنی خیلی تغییرات در زندگی و در وجودی و در تغییرات در ذهن از او میایه. من به زو ببخشیم اینستیتوت خیلی چیزا آموختم. انسان باید جاهای یعنی زینه های بالاتر بپیمایه. وقتی که من پروفیسور سکینه یعقوبی رو میبینم یک انسانی که واقعا مادر آموزش و پرورش افغانستانه،
اونا قلب از اونا به داخل افغانستان، اعضای وجود از اونا به خارج از افغانستان. همیشه اونا به خاطر مردم زحمت میکشن، دستاوردهای خیلی بزرگی دارن. من میخوام که یعنی درست به وطن خودم دوست داره، علاقه داره بره، منتها یعنی خدمات بالاتری بتونه که به وطن خود رهبری کنه و دستاوردهای بهترتر و بالاتری به اونجا داشته باشه. همه پروژه هایی که حالا مثلا به داخل افغانستان بود به خاطر بهبود وضعیت زندگی، ما به اون پروژه ها و به اون مؤسسات هم همکاری داشتیم، فعالیت داشتیم. خب منتها فرق نمی کنه، حال ما از اینجا میتونیم به کشور هم همکاری کنه، خدمت کنه. بسیار عالی، بسیار عالی. و جا داره در این مصاحبه یادی هم بکنیم از بانوان قهرمان افغانستان، به ویژه بانوان شهر باستانی هرات که سالها در حوزه آموزش، فعالیت‌های مدنی، دادخواهی‌های در حوزه زنان و حقوق بشر کار کردند که امروز در گوشه و کنار دنیا باز هم شب و روز نمی‌خوابم و به فکر وطن‌دارا خو هستن. طبیعتاً عزیزایی که در افغانستانن و حالا تجربه زندگی به این کشور رو ندارن، شاید تصور کنم که اینجا زندگی ساده و همه چیز دیگه متروج رواله و همه چیز هم میاد در خونه آدم. کاملا این تصور اشتباهی به نظر من، به خاطر که اینجا هم مشکلات خاص خود خور داره، زحمات و دشواری های خاص خود خور داره. و من مایم از این مصاحبه یاد بکنم از بانوی قهرمان، بانو اسین جان نیکزاد، که سالها در حوزه آموزش، در حوزه دادخواهی فعالیت کردند که دوست مشترک ما و شما هم هستند. و میخوایم که اگر پیام سلامی داشته باشیم، یک جمله در باره خانم نیکزاد داشته باشیم، میشنویم این ویدیو رو، ممکن اونام ببینم. همیشه من در زندگی خودی افراد و اشخاص خیلی زیادی سر و کار داشتم، به خصوص خانم های رهبر. در هرات من دوستایی که همه دوستا قابل ذکر نما، از اینا قدردانی میکنم، از افراد و اشخاص، به خصوص خانم مسعوده جان کروخی و خانم حسینه جان نیکزاد. شما که یادآوری کردیم، اینا واقعا انسان هایی بودن که واقعا اینا رهبرن، اینا در قلب انسان ها نفوذ کردن. من اولین مشوقم در قسمت معارف خانم مسعوده جان کروخی بود که من همیشه مشوقم بودم، استادم بودم، دوستم بودم، که من تشویق میکردم که با معارف بیا، هسته مرکزی بیا که تو به خدمات بیشتری انجام بدی. و در بخش رشد و پیشرفت زنان خانم حسینه جان نیکزاد، یعنی اونا به من واقعا الگویم، به او هستم، خیلی من چیزا از اونا آموختم. اونا واقعا یک رهبر سوچی هم که در قلب همه جا دارم. من وقتی که به خودی از اونا به هرات هم بعضی وقتا به دفتر از اونا میرفتم، همه یک رنگی و صفا و صمیمیت از اونا که میدیدم، یعنی علاقه داشتم به هر وقتی که اونا به سر صدا بزنم، من میگفتم میرم به دفتر از اونا، چون اونا خودی ما قلبا دوست بودم، همکار بودم. خداوند هر جایی که دوستای ما هستم، هر کدوم از بزرگا، خداوند اونا رو صحی و سلامت داشته باشه، که اونا دیگه دوستای بی بدیلن، واقعا بی بدیلن. و در مورد خانم نیکزاد همین قسم که شما گفتیم، خب ما مسلک ما خبرنگاریه و از وقتی که شروع کردیم، خب با افراد، کاراکترهای مختلف، شخصیت‌های مختلف دیدیم. ولی من اگر صادقانه بگم، نه که خدای نخواسته تملق یا چاپلوسی باشه، من میتونم صادقانه ایر میگم، به صداقت و راستگری خانم نیکزاد من واقعا ندیدم در زندگی خود. ایر به جرأت میگم، یک بانویی که سالها خدمت کردند و همین لحظه هم خدمت میکنن، همین لحظه هم که دورن از هرات، برای مردم هرات، مخصوصا برای خانم ها تلاش میکنن، زحمت میکشن و هر امکاناتی که داشته باشن برای از اینکه بتونن برای کسی کمک بکنن، از او دریغ نمی کنن. امیدوارم این ویدیو رو ببینم خانم نیکزاد، برنا خیلی خیلی از راه دور با دل گرم سلام میفرستم و قدردانی و سپاسگزاری میکنم از تمام زحماتی که برای ما کشیدن و برای ما الگوی از صداقت، تلاش، پشتکار و اینکه
یک رنگی رادم باید واقعا از اونو یاد بگیره. انشالله فرصت بشه که خود از اونو ملاقات کنیم و مصاحبه‌ای داشته باشیم. خیلی تشکر که وقت گذاشتیم خانم نقشبندی و این فرصت مهیا شد که با شما گفتگویی داشته باشیم. تشکر از اینکه شما وقت گذاشتیم بیامادیم به زی شرایط سخت و دیار قربت و امی زمینه فراهم شد ما و شما صحبت خودی هم داشته باشیم با آن همه صحبت های پراکنده ایمه دیگه خودی هم صحبت کردیم و بتونیم از این طریق ما صدای خو اهداف خو برای دوستایی که پیشتر هم گفتم چی داخل افغانستانم چی خارج از افغانستانم و هر کدوم از شاگردایی که ما داشتم از دوستای استادا از هر طبقه که هستن ما سلام خوربری از اونا میرسانیم موفق و سربلند باشم سلامت باشیم زنده باشیم اگر پیام خاصی مونده باشه حتما ما یک در اختیار شما پیام خاصی داشته باشیم مخصوصا در قسمت برنامه دادخواهی که در هرات داریم و برنامه کمکی که برای بانوان هرات داریم میشه که این پیام را از این طریق منتقل بکنیم و ما پیشتر هم از برنامه همین گروهی که جور شده گروه رستاخیز ققنوس و پیشتر از شما حسین جان و نکزاد و اینا صحبت کردیم او دوستام هم به کنار ما هستن واقعا که زحمت میکشم خانم عاطفه جان منصوری که به حساب زحمت از این گروه با وده دارم و دیگه دوستای خانم پوپل دیگه امسال از این خانم های دیگه که آلی حضور زین ندارم دوستای خیلی زیادی هستن که بزی جگاه هم واقعا که به هر دقیقه به دقیقه از این عمر خو استفاده میکنم و به نفع از این مردم و ملت کار میکنم دیگه گفتنی در قسمت فعالیت های هم که مدیشتم همین چند روز پیشتر بر علاوه که ما گفتیم فعالیت های دادخواهی که از طریق از این گروه داریم ما دادخواهی میکنیم و از طریق از این مؤسسی هم که افغان آلمان های هم یک برنامه چند روز به روی دست که به هماهنگ میکنم البته من در بخش نظارت همین انجمن کار میکردم به افغانستان و حال بخش هماهنگیر به پیش میبرم من به صورت کم و بیشی دیگه حالی میخواییم به می بخش های مؤسساتی که اطفال بی سرپناه و امو اطفالی که یتیم و پدر یا مادر ندارم برای از اونا یک دست کمک های زمستانی آماده کنه که اینا شناسه ایشم و برای از اینا آماده شه و امو بستا برای از اونا توزیع شه در این قسمت همی چند روز همی تپ و تلاش داریم و قسمت کورس های کنکوری هم که در از این به پیش رو هسته چون میبینیم دروازی مکاتب بسته اقلا همی کورس های کنکوری برای طبقه اوناس میخواییم راه اندازی کنیم که بلکه بشه کمی دخترک هایی که دروازه های مکتب برو از اینا بسته همی آمادگی های کنکوری خو کمی تدفتا اعلان میشه که مثلا امتحان کنکور هسته اگر خدا کنه که دروازه مکتب سال آینده بسته باشه خب باز همی شاگرده علاقه مندی دارن که با کورس ها برن امی کورسا برای طبقه اوناس به خصوص هم شاگردایی که مشکل اقتصادی دارن ما سرم کار میکنیم بسیار عالی انشاءالله که موفق باشیم و گام بسیار ارزشمندیه در هر جا به قول شما من موافقم به هر جای دنیا که باشیم فقط کافیه وطن خور دوست داشته باشیم از هر طریقی میتونیم که شما کمک و فعالیتی داشته باشیم خیلی ممنون موفق باشیم انشاءالله که همیشه پاینده باشیم سربلند باشیم زنده و سلامت باشیم تشکر از شما لطف کردیم ممنون شما دیگه امیدوارم که برنامه های بیشتر و بیترتری داشته باشیم که با خود شما شریک بسازیم انشاءالله ممنون شما تشکر سلامت باشیم تشکر زیاد که با ما همراه بودین و این گفتگو رو دنبال کردین تشکر از میثم جان عزیز که زحمت تصویر برداری کشیدن خانه ناباد و تشکر از بینندگان که همیشه حامی ما هستن ممنون میشم که شما هم دیدگاه خور برای ما به اشتراک بگذارین حتما کامنت ها شما رو میخونم تا دیدار دیگر خداحافظ و نگهدارش.